عامل بعدی بدیدون زمزمه های وجود داره در جریان همین زلزله هرات که در اون کلام کشور سلاح‌های عطای خود داره تست میکنه یا نکویر تستینگ هست نکویر تستینگ آزمایش های هسته‌ای داره. ببینیم یکی از عوامل زلزله میتونه باشه ولی در زلزله هرات کاملا عامل از طبیعی بود، هیچ عامل انسانی دخیل نبود، ولی برای زلزله هایی که اتفاق میفته یا شاید بفته یا در جریان انفجارات هسته‌ای یا آزمایش های هسته‌ای اتفاق افتاده ممکنه باعث ایجاد زلزله بشه. وقتی که بمب‌های اتمی تست میشه به چهار حالت که سه حالت از اون کلن ساقط شده در جهان امروز، یک حالت از اون هم تحت شرایط فوق العاده ایمنی میتونه اجرا کنه، یکی اتمسفریک، یکی اول که بمب اتم توسط بارون بالا میکنن به ارتفاع تا 20 کیلومتر بالاتر 30 کیلومتر 40 کیلومتر اونجا انفجار میدن، قدرت از اون بعد اون انفجار از اون تست میکنن، یکی اینه که اندرگراوند در زیر زمینه، سوم فوق اتمسفیر در طبقات بالاتر توسط موشک پرتاب میکنن انفجار، و یکی هم در زیر آب اندر واتر، این به دلیل نشت مواد رادیواکتیو و این به دلیل نشت مواد رادیواکتیو و این کلا ثابت شد، فقط محدود شد به انفجارهای چی زیرزمینی. زیرزمین در اون وسیع بالا تحت شرایط فوق العاده چی وقتی که انفجار میدن این همی هم یک موج مصنوعی تولید میکنه، موج مصنوعی تولید میکنه به سطح زمین میاد، میتونه باعث انفجار بشه، نه به پیمانه انفجارهایی که زلزله های قدرت داشته که زلزله های واقعی. مثلا اتحاد جماهیر شوروی در روز 61 بمب مرتسون به بمب تزار 58 مگاتون وزن از او بود با قدرت انفجار از او انفجار کرد. بعد اون در روز 63 معاهده امضا شد که دیگه لغو از ماش های هسته ای بعضی کشورها امضا کردن بعضی نکردن. خود کسایی که امضا کردن از اون آمریکا و انگلیس و فرانسه و چین و اینا، خود از اون از سال 90 به بعد تا به 95 که چین و فرانسه آزمایش کردن چی کردن؟ هند و پاکستان چی نکرد؟ امضا نکرد. به روز 98 هر دو کشور آزمایش های هسته ای زیرزمینی رو انجام دادن، کوریا شمالی اخیرا در 2016. هر کدوم از اینا تحت شرایط فوق العاده بالای انفجارات تست های آزمایش های هسته ای خود انجام میدن، ولی با آن هم میتونه که از لاهای مختلف زمین نشت کنه، این نشت کنه به لاهای های زیرزمینی، شما باز اینا استفاده میکنن باعث ایجاد سرطان ها به عنوان یک ماده فوق سمی شناخته شده، میتونه ایجاد سرطان ها کنه. زلزله 2011 ژاپن زلزله بود که این رو ما یادآوری کرد، زلزله علی رغم تبعات که ارتعاش از او ایجاد میکنه در جهان حساس امروزی میتونه دیپوهای مواد انفجاری در جهان 13,000 بمب اتم وجود داره، 11,000 از اون در دسترس چین و آمریکا، تقریبا 2,000 دیگه کشور دارن. این زلزله میتونه در کنار اینکه ساختمان ها رو به عنوان یک نیروی و قوه ناایمن ترس و دلهوره برای ما ایجاد کنه، حساسیت های دیگر خلق کنه. در ژاپن سونامی وجود آمد، سونامی آمد به بحث ریاکتور هسته ای نتونستن کنترل کنن، یک دو تا ریاکتور انفجار کرد. چند روز بعد اسکاتلند ابر رادیواکتیو کشف کرد که پخش شده به فضای اروپا، و اینها به عنوان وقت باران تولید میشه، باران های اسیدیه، باران های فوق اسیدی فوق سمی که بباره اونجا به سرطان ها میشه. حادثه چرنوبیل در روسیه اگر بریم سعی کنیم حادثه انفجار ریاکتور از اونو، حادثه که در بیمارستان زلنسکی همیال اگر میلیون ها کودک و پیر و جوان سرطانی وجود داره. بیشتر همین عوامل سرطان های امروزی ناشی از آلودگیه و آلودگی های فوق سمی که بشر اونو تولید میکنه نمیتونه نگه داره، و زلزله به عنوان یک عامل بسیار تهدید کننده خصوصا شرایط هسته‌ای امروز فوق‌العاده